در جدیدترین دور مناظره تلویزیونی داوطلبان نامزدی حزب جمهوری خواه که در ساختمان پشت سر من برگزار شد، این افراد به سیاست‌های داخلی آمریکا پرداختند، مانند نحوه مقابله با مهاجرت غیرقانونی و بهبود اقتصاد این کشور. اما آنچه پررنگ‌تر در این مناظره ظاهر شد، پرداختن به سیاست خارجی آمریکا بود. اگرچه همگی آنها متفق القول بودند که توافق هسته‌ای با ایران توافق نامناسبی است، اما افرادی مانند فرماندار پیشین ایالتی جب بوش و میلیاردر سرمایه‌دار آقای دونالد ترامپ بر این باور بودند که باید به اجرای آن فرصت داده شود. It's not a strategy to tear up an agreement. پاره کردن توافق استراتژی نیست. استراتژی ما باید این باشد که چطور جلوی ایران بایستیم و اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که چطور تعهدمان به اسرائیل را تقویت کنیم که این دولت با آن لطمه زده است و تضمین کنیم که پیشرفته ترین سلاح‌ها را داشته باشد تا ایران بداند که ما از اسرائیل حمایت می‌کنیم. از سوی دیگر افرادی مانند سناتور تد کروز بر این باور بودند که در صورت راهیابی به کاخ سفید از همان روز اول از اجرای آن سر باز خواهند زد، زیرا رهبران ایران کماکان آمریکا را شیطان بزرگ خطاب می‌کنند. If I am elected president on the very first day in office. من اگر به ریاست جمهوری انتخاب بشم همان روز اول این توافق فاجعه انگیز را پاره پاره می‌کنم. همگی این افراد متفق القول بودند که دشمن اصلی آمریکا در منطقه خاورمیانه گروه‌های رادیکال اسلامی هستند و یا داعش و خواستار مبارزه فوری با آن بودند. این مناظره تلویزیونی با شرکت 15 نفر برگزار شد که 3 نفر از آنها پیشینه سیاسی ندارند و بقیه شامل فرمانداران پیشین و کنونی و یا سناتورهای کنونی و پیشین هستند. بر پایه آخرین نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز، آقای دونالد ترامپ سرمایه‌دار میلیاردر بالاترین مقبولیت در بین افراد دارد. اما بر اساس همین نظرسنجی 63% افراد جمهوری خواه هنوز تصمیم نگرفتن که به چه کسی رأی خواهند داد. این مناظره تلویزیونی به همت شبکه تلویزیونی CNN و در کتابخانه پرزیدنت رونالد ریگان در شهر سیمی ولی کالیفرنیا برگزار شد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.